روزتون بخیر بچه ها. اینجا الان صبح، من نگفتم صبحتون بخیر چون شما احتمالا ویدیو رو توی یک چه میدونم شب یا روزی، ولی خب شب روز یا وقتتون بخیر. قراره که چیزایی که داریم رو بکاریم، البته خیلی هاش هنوز نمی کارم، مخصوصا خربوزه مشهدی ها رو. پارسال فکر کنم من خیلی خوب ازشون مراقبت کردم. پارسال مثلا شبا میبرمشون داخل که گرم باشه، صبح ازون میبرنشون بیرون. امسال راستش یکم تنبلی کردم و همینجوری گذاشتمشون بیرون. فکر کنم سرعت رشدشون به اندازه پارسال نیست، زیاد جالب نشده. اینم که اون از این خربوزه گرداست، حالا ملون فکر کنم توی ایران بهش میگن، که همینجوری از سوپرمارکت خریدم. اینم زیاد جالب نظر نمیرسه، احتمالاً هایبرید بوده. بقیه خربوزه مشهدیه، اینم خربوزه مشهدی، اینم خربوزه مشهدیه. اینا فعلا نمیکارم چون چند شب دیگه ممکنه یهو خیلی سرد شه، هنوز هوای آلمان خیلی بده. خلاصه فقط خیار رو میکارم اینجا. اینا جاشونو گذاشتم که بدونم کجا میخوام بذارمشون. اینجا که لوبیا هست، حالا اگه یولی گذاشت. این کدو سبزمونه که حالا چند روز استوری هم گذاشتم تو اینستاگرام، اگه اینستاگرام منو فالو ندارین لینکش اینجاست. یولی اگه گذاشت ما حرف بزنیم. اینو دیروز خریدیم چون دیدم باحاله، کدوی زرده و میخوام اینم بکارم. البته سه تا دونه است ولی خب من یه دونه شو نیاز دارم، فهم دو تاشو حالا یا میدیم مامان الیسا یا هرچی. بادم جون داریم اینجا که این چیزی که خودم کاشتم، یعنی از دونه، و من خیلی دونه کاشتم در نیومدن و بعد دوباره کاشتم اینجا. حالا میبینین که امروز دیدم یکیش داره اینجا سبز میشه، میبینی؟ ولی خب اینم دیگه خیلی دیره این تا بخواد بزرگ بشه و اینا، بادم جون خیلی طول میکشه. من اینو نمیدونستم، بادم جون رو بس زودتر شروع میکردم. در حال دیروز رفتم یه دونه بادم جونم خریدم چون توی پلنم بوده اینجا دو تا دونه بادم جون، چون ما اصلا کلا بیشتر بادم جون خور هستیم تا کدو سبز. اون همینجوری برای قشنگی بیشتر گذاشتم. زردن واقعا دیروز شدن قشنگه، گفتم برای تکمیل جنسمون اضافه تگ گرفتم، وگرنه کلا می‌خواستم یه دونه کدو سبز داشته باشیم تو باغچه. اینم که دو تا چیزاست که دیدین، فلفل دلمه است. ولی خب بازم میگم امسال من واقعا تنبلی کردم، مثلا سال قبل هوا سرد می‌شد حداقل روشون از این گلدونا برعکس می‌ذاشتن روش که گرم بمونه شب. امسال دیگه خیلی تنبلی کردم، هیچ کاری نکردم. بعد یکم زرد شدن، یکم ضعیف شدن، مشخصه. خلاصه فکر می‌کنم طول بکشه، خاکشون هم شاید زیاد جالب نباشه، نمیدونم. به هر حال از این ور خودم زیاد راضی نیستم، ولی خب حالا همین دیگه، بریم که بکاریمشون. مثلا نمیدونم میشه جداش کرد یا نه، ولی خب حالا سعیمونو میکنیم. امیدوارم که نمیره این، فکر کنم خیلی ازش جدا شد، این یکم ریسکش بالاست راستش، ولی خب ما ریسکشو میکنیم دیگه. ما اصلا کلا قرار نبوده اینو داشته باشیم، حالا میذاریمش، اگه شد شد، نشدم که هیچ دیگه. خیلی ایده جالبی نبود بچه ها جدا کردن اینا، احتمال مرگشون زیاده. نمیدونم چی میشه دیگه، یا میشه یا نمیشه. نه باید سریع بهش آب بدیم حالا. مخصوصاً چیزایی که جدید کاشتیمو آب میدیم. بچه دیگه حسابی گرم شد و من فعلا اومدم اینجا دارم که استراحت میکنم تو سایه. تقریبا همه رو کاشتیم غیر از این خربوزه ها رو، چون اونا
دیگه خیلی حساسن و از طرفی هم چیزی هم که مثلا اگه از دست رفتم من نمیتونم راحت برم سوپرمارکت مثل خیار اینجا بخرم، بوته خیار اینجا راحت و گیر میاره دیگه، ولی خربوزا حساسن، برای همین فعلا نگاش میدم بیرون که اگه یه هوا سرد شد بتونم راحت شب برمشون داخل. بعد یه فکرم به حال اینجا بکنم یه شاید درست کنم که توی این فصل که هوا هنوز شبا سرد میشه از گلخونه کوچیک داشته باشم روش پلاستیک بکشم که حداقل گرم بمونه، شاید پروژه بعدی باشه نمیدونم، ولی فعلا گرم نشستیم که استفاده میکنیم. الان یه اتفاقی افتاد خیلی ناراحت شدم میخوام نشونتون بدم. همین امروز صبح بود که این چیزا رو کاشتم دیگه، یعنی شاید 4 ساعت گذشته، 3-4 ساعت. ببین الان چی دیدم. خیلی خیلی ناراحت شدم چون که اومدم داشتم اینجا چک میکردم یو اتفاقی یه کم چیزی دیدم، نمیدونم شما متوجه تغییری میشین یا نه، ولی من قاعدتا سریع متوجه شدم که یکی از خیارا اون که کوچیک‌تر بود بچه بود، نمیدونم بگم پرنده خورده اینو چی خورده، یه چیز اومده اینو خورده. یولی هم نیست، حالا میدونم خیلی هاتون میگین یولی، یولی اصلا داخل اینجا نمیاد، اینجا رو ما اینجوری از این حصارا زدیم یولی یاد گرفتن کنم پشت اینجا میشینه. نمیدونم از این حل از اون که فکر نمی‌کنم تو این ساعت بیاد، احتمال میدونم پرنده چیزی چون خیلی برگای جوون داشت. خلاصه این که خودم با دونه کاشته بودم تنها چیزی که در اومده بود، خلاصه اونم هیچی. اینم شانس ما، یه اینم جایی که بچه پرنده ها میان اینجا آب میخورن، معمولا پرش میکنیم که بعد میانم نوشه جان میکنن، خیلی حال میده. وقتی میشینیم میبینیم پرنده ها میان، مثلا تابستون پارسا مثلا یادم یه روز 5-6 تا دونه پرنده دور اینجا جمع بودن داشتن با هم آب میخورن، خیلی لذت بخش دیدنش. خب بچه ها یک مشکل کوچیکی به وجود اومده و اونم اینه که دیدم برگا اینجور جمع شده، این خربوزه است. وقتی برگا جمع میشه مشخصه که حشره گرفته، نکنین کلی حشره از این ریزا گرفته و یه چیزی یه کف میکنه، نمیدونم چیه این کفه، یه کف میاد بهشون به چیزهای مختلف، من نمیدونم از خود این گیاه داره در میاد، این یه حشره چیزی میاد اینا رو میزنه. خلاص به هر حال راه دفعش میگن که آب و مایع ظرفشوییه. یکم خب میترسم چون که اگه گیاهمون خراب بشه چی دیگه، خیلی دیره، یعنی بخوام الان از اول بکارم نمیشه. حالا دیگه میزنیم ببینیم که چی میشه دیگه، امیدوارم که بعد اسپری کنیم معمولا، ولی من چون اسپری ندارم اینجوری میزنم، گوشیمو میذارم اینجا که بتونم از زیر اینجوری حتی اینجوری بد نبود چون که وارد ریشه ها نشد زیاد کج بگیرم. امیدواریم که این حشرات دفع بشن بمیرن. اینم یه کوچولو گرفته، حالا بهش میزنیم یه مقداری. اینم از این و ببین کی اینجاست. به به یولی خانوم، قرار نیست که یولی اینجا حرکتی انجام بده. من برای اینترو کوچیک برم بچه، من میخوام پیاز بکارم و این یه چیز بالی که اینجا میتونی پیاز نیمه آماده بگیری. نه تو اینجا رو این دمپایی رو نکن، یولی اینقدر گازش گرفت و بردش اینجوری شده. خلاصه پیاز اینجوری میتونی بگیری، ولی همینجوری میکنی داخل اینجا و خب سریعتر از دونه سبز میشه و کاری که الان میخوایم بکنیم همینه، میخوایم اینا رو اینجا بکاریم. یه دونه گلدون من بلا استفاده بود مدت زیادی، گفتم حیفه آوردمش اینجا. و اینم چیز جالبی، اینا از سوپرمارکت خریدم، نه که سوپرمارکت بسته میخری، حالا بچه‌ها تو آلمان میدونن، یه دونه از اینا خریدم گذاشتمش داخل آب، یعنی سری اول رو که چیدم ازش، یعنی یه بار چاقو زدم کلا اون سبزاشو خوردیم و توی آب کلی رشد کرد، داخل خاک گذاشتمش و امیدوارم که چند بار بشه ازش استفاده کرد، چیز جالبیه. فاصله هم یادم نیست، فکر کنم شاید اینقدر فاصله هر کدومش بخواد، این خوب بزرگه. خلاصه اینجوری اون پیازی که خیلی دوست داریم که پیاز قرمزه رو کلی ازش برداشت خواهیم کرد. تازه
داخل اینجا پره، یعنی حالا پر نه ولی خب خیلی دارم، ولی جا راستش نداریم دیگه، نمیدونم کجا بکاریم. حالا ببینیم که چی کار میشه کرد. پارسال هم که خواستم بکارم یادم خیلی از کامنت گذاشته بودن که اینجوری پیاز عمل نمیاد و بعد دونه بکاری و فلان. اینجا هم میتونی دونهشو بخری، هم میتونی اینجوری مثلا آماده بگیری. من چون بالاخره اینجا همه میخرن میدونستم که حتما باید کار کنه، که یعنی حتما کار میکنه که مردم میخرن دیگه، میفروشنش. و الانم گفتم اینو بگم که اگه حالا بعضی من کامنت میذارم میگن که اینجوری نمیشه و عمل نمیاد اینا، تمام اون پیازهایی که ما پارسال برداشت کردیم از همینا بود، اینجوری کوچیک بودن بعد درست شد. یه دونه اینجا و یه دونه آخر کار. بسیار عالی. این سه تا اینجا هست. و قاعدتاً فراموش نشه. آبیاری. متاسفانه که کج آب میاد رو به پایین، ولی خب بیش از حد آب بدیم دیگه همونجاش خیس میشه. میخواه بازی کنه، اینجوری صدا میکنه. الان بازیش تموم شد. ران یعنی باید دیوان کنم گیپ. خب بچه هم تو که میبینین یک بوته خیار خریدم به خاطر اون یکی خیاری که من پرنده یا موش خوردش. حالا خب نوعش واقعا اون چیزی نیست که من میخوام، ولی خب دیگه این چیزی بود که داشتن. حالا فعلا این چی در میاد ازش؟ اینو امروز خریدیم و نگاه میکنم اینم خیاری که کلی ازش گذشته. ادیتور جان لطفا اینجا بنویس که الان چند روز از این گذشته، شاید بدونی نمیدونم توی تاریخ ها نگاه کنی. خیلی ازش نزدیک، شاید سه هفته شاید هست طول کشید تا بالاخره در اومد. یولی، یولی خانم چطور؟ کام کام دلش خواهد بازی کنه، برای همین مزده. معمولا اینا رو میخوام بچینم، اینجور دسته میگیرم و از پایین همش رو میچینم، ولی خب الان یولی اومد گوشی رو بو کرد. الان به صورت نامتقارن رشد کردم، برای همین نمیخوام کوچیکا رو بچینم، دارم درشت‌ترینا رو میچینم. گیاهش اینه نکنه تقریبا از خانواده همون تره و ایناست، ولی خب تره نیست، اینجوری کوچیک‌تره و گرده، یعنی منظورم که مثل لوله است. تره اینجوری صافه، دیدین؟ اسمش آلمانی میگن شنیتلاخ. تو که نمیتونی فرار کنی حتی. بچه الان چند روز گذشته و متاسفانه شرایط خربوزه مشهدی ها خیلی بدتر شده و اون حشره ها هنوز نرفتن. این حشره سیاه ها رو میبینین بال دارن، البته این ترکیبی از خاکه و اون حشره ها، ولی خوف کنم حشره ها رو ببینین. اینجا دوباره یکیشون اینجاست. خلاصه این خیلی بده، برگا رو زده داغون کرده، هم خربوزه مشهدی ها هم ملونی که کاشتم. اینجا مثلا یه دونش رو میبینین. خلاصه اومدم دوباره کم گوگل کردم، بیشتر راجبش خوندم، گویا مایع ظرفشویی که استفاده کردم زیاد کاربردی نیست، به جاش باید صابون مایع استفاده میکردم و احتمالا من پارسال هم صابون مایع استفاده کردم. اینا دوباره یه دونه از این حشره رو میبینین. ولی خب الان قراره با صابون مایع دوباره امتحان کنم، چون قبلا داشتم اینو و تونستم با همین صابون مایع اینا حلش کنم. اینا چون الان جوونن خیلی حساسم هستن، امیدوارم که بتونن دووم بیارن و مثل پارسال قوی رشد کنن. بریم که اسپری کنیم. شیشه هم دادیم چیز کردیم، میباشیم بیرون اسپری میکنیم، ولی خب بعد نتیجه رو میبینیم. و از زیر خیلی مهمه چون اونا زیرن. خب تا
تمام اینا اسپری شدن بچه‌ها، یا بالاخره اینا میمیرن یا اینکه نجات پیدا میکنن. این مخصوصا برگ جوون داشت و پر از حشره بود. خلاصه امیدوارم که این صابونه حداقل از بین ببرشون و خود گیاه رو بهش آسیب نزنه، چون می‌بینیم برگای گیاه هم یکم اینجوری عجیب غریب شدن. امیدوارم که خلاصه جون سالم به در ببرن همشون. مثلا چند ساعت گذشته، 4-5 ساعت تقریبا، 3-4 ساعت بعد خیلی اتفاقی دیدم یه چیز اینجا افتاده، مثلا مشخص نیستا، ولی خب نمیدونم چجوری متوجه شدم که این یه دونه حشره است خودش، که فکر کنم بعد از اینکه چیز اسپری کردم مرده. نگاه کن دست و پا داره. خلاصه این احتمالاً توی یه چیز بوده، خیلی هم خوب استتار کردم، مثلا نیده بودم. من مشکی‌ها رو هدف گرفته بودم، ولی خب اینم افتاده پایین. الان اینو من نمیدونم اینو فوت شدن یا اینکه هنوز زندن. خب بچه برای شام اونجاتون خالی، دارم از باغچه سبزی میچینم. این اینجا بهش میگن شیرلاخ، دیدین قبلا. این پونه هست، گشنیز و ریحون. بعد اینا رو، اینا همه پونه هاست که گفتم نکن. این که این همه پونه داریم به خاطر اینکه پارسال یه دونه بوتش اینجا کاشتم، بعد خیلی روش کرد، دونه هاش ریخت اینجا، کل اینجا دونه هاش پخش شده. کنی الان این پونه است. خلاصه اینجا رو ببین، پوست اونو کنده، هی میکنیم هی درمیم، تمام اینجا پر از پونه شده و قاطعا این بخش رو من نگه داشتم. خیلی باله. حتی معمولا خوب نیست اینقدر پر و نزدیک به هم فکر کنم، ولی نمیدونم تو الان که خوب پیش رفته خودش. خلاصه همینی فکر کنم بچه ها، اینجا پایان ویدیو خوب، یعنی خوب باشه برای پایان ویدیو. ادامهش توی ادامه این ولاگ شو ورزیرم توی ویدیو بعدی ازتون میگیرم.